سلام دوستان عزیز، در مورد اپدیت جدید که در صفحه وزارت خارجه آمریکا در ارتباط به سفر از طرف تیمی که گذاشته شده و سبب نگرانی بعضی از هموطنان ما مخصوصا که اصداران P1 و P2 مقیم افغانستان و پاکستان شده است میخواهیم بحث نماییم تا باشد خبرهای ضد نقیض را رد و اصل موضوع به زبان ساده تر به شما ارائه گردد. در این سفر در ارتباط به سفر از افغانستان چنین نگاشته شده است: توصیه های سفر از طرف وزارت خارجه آمریکا برای شهروندان آمریکایی کشور افغانستان از لحاظ سفر در درجه چهارم قرار دارد. دوستای عزیز، توصیه های سفر برای شهروندان آمریکا همیشه با چهار کاتگوری تقسیم بندی می شود، از درجه اول گرفته تا درجه چهارم. درجه اول شمانی وجود ندارد، وضعیت به صورت نرمال است، شما می توانید سفر نمایید و اقدامات احتیاطی عادی را در نظر داشته باشید. در درجه دومش شما می توانید سفر نمایید ولی بیشتر محتاط باشید. در درجه سوم جهت سفر نمودن در منطقه درجه سوم لطفاً به سفرتان تجدید نظر نمایید، یعنی اینکه بهتر است نروید. درجه چهارم به کشور درجه چهارم سفر ننمایید، چون دولت ایالات متحده آمریکا هیچ نوع کمکی برای شما در آنجا انجام دادن نمیتواند. چرا به افغانستان سفر نکنید؟ به دلیل درگیری های مسلحانه، نارمی های داخلی، جنایت، تروریسم و آدم ربایی. سفر به تمام مناطق افغانستان ناامن است و دولت آمریکا هیچ نوع کمکی به شما انجام دادن نمیتواند. این در اصل هشدار قبل از سفر است، تا اینکه اگر شهروندی به افغانستان به خواست خودش سفر می نماید مشکل برایش پیش می شود و از اینکه دولت برایش کمک کرده نمی تواند شاکی نباشد. دوستان عزیز، در این قسمت از پایداری تعهد ایالات متحده آمریکا و متحدانش یادآوری کردم و در این قسمت دیگه هم از تیم کیار که وظیفه انتقال متحدین کشور آمریکا را دارد یادآوری کردم و تاکید کردم که این تیم تلاش دارد تا متحدین ما را که ما با ایشان تعهد دامدار داریم از کشور افغانستان بیرون بسازند. تیمی که هر متحدین ما را یا از راه هوا و یا هم از راه زمین به کشورهای امن سیومی جهت پروسس کیسایشان انتقال می دهد. تیمی که هر کیسای SIV و کیسایی که مربوط USRAP می شود به شمول کیسای P1 و P2 را منتقل می سازند. تیمی که هر کیسداران زائل را شامل لیست تخلیه می سازد. 1. شهروندان آمریکا و اعضای خانوادهشان از قبیل همسر و اولادهای زیر سن 21 سال که فرم I-130 شان تایید شده باشد و منتظر اینترویو جهت اخذ ویزه مهاجرتی شان باشند. 2. دارندگان گرین کارت آمریکا و اعضای خانواده شان از قبیل همسر و اولادهای زیر سن 21 سال شان که فرم I-130 شان تایید شده باشد و منتظر اینترویو جهت اخذ ویزه مهاجرتی شان باشند. 3. متقاضیان کیسای SIV و اعضای خانواده شان از قبیل همسر و اولادهای زیر سن 21 سال شان قبلا برایشان ویزه صادر گردیده و یا کام اپروفال دریافت کردند و هم اسنادهای اداریشان تکمیل باشد. 4. کیسایی که مربوط به USRAP می باشد و مورد تایید قرار گرفته باشد، متقاضی اصلی با همسر و اولادهایشان که قبل از 14 اگست سال 2021 زیر سن 21 سال باشند. امی بخش بسیار مهم است همتانان عزیز، که اخبار زندنخیز در صفحات اجتماعی به صورت بسیار زیاد نادرست به نشر رسیده و سبب نگرانی هموطنان ما در داخل افغانستان و خارج از افغانستان، مخصوصا هموطنان ما که دارنده کیسی P2 هستند و در کشور پاکستان به سر میبرند شده است. همین بخش چهارم است. دوستای عزیز دقت کنید، از اول به همه معلوم بود که کیس های USRAP به دو نوع به افغانان از طرف دولت آمریکا بعد از سقوط جمهوریت به تاریخ 2 آگوست سال 2021 به معرفی گرفته شد. کیس های P1 متقاضی اصلی یا همو پرینسیپل اپلیکانت با اعضای خانوادهش از قبیل همسر و اولادهای زیر سن 21 سال شامل بود، در حالی که در کیسای P2 واضح نوشته شده بود که متقاضی اصلی و اعضای خانواده به شمول همسر و عمه اولادها بدون در نظر داشت سن و ازدواج کردن یا نکردن، در این صورت هم وابستگان اولی متقاضی اصلی شامل برنامه بود که در برگیرندی اولادهایش، عروسهایش، دامادهایش و نوادههایش میشد. این موضوع تا به هنوز هم سر جایش است. دوستای عزیز، اگر شما به صفحه رسمی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نظر بیندازین هیچ تغییری در این مورد در اینجا ذکر نگردید. تنها چیزی که از لابلای حرفای دوستانه که دارای کیسای P2 بودند و در افغانستان و پاکستان انترویو را سپری کردن این بود که کیسای P2 به شاخه‌های بیشتر تقسیم میشن، اما اعضای خانواده که زیر سن 21 سال قبل از تاریخ 14 اگست سال 2021 باشن و همسر متقاضی اصلی زیر پیک نمبر و یا ایف نمبر اصلی، یعنی اگر در پاکستان باشه پیک نمبر و اگر در افغانستان باشن ایف نمبر اصلی که متقاضی دریافت کرده، کیسشان پیش میره و به سایر اولادهای بالاتر از سن 21 سال اگر در افغانستان باشن ایف نمبر جدید و اگر در پاکستان باشن پیک نمبر جدید داده میشه.
و در قسمت پنجم در اینجا ذکر کرده اعضای خانواده آن در افغان ها که قبلا توسط برنامه OAW یا Operation Allies Welcome به ایالات متحده آمریکا منتقل گردیدن، از جمله امسر و اولاد های زیر سن 21 سالشان و یا اگر کدام طفل خرد در امی برنامه انتقال داده شده باشه، والدین و یا هم سرپرستشان که واجد شرایط انتقال تیم کیر می باشن. اما افرادی که با کمک ایالات متحده آمریکا تخلیه میشن باید پاسپورت داشته باشند و توصیه نمودن اگر شما واجد شرایط تخلیه هستین و پاسپورت ندارین، لطفاً به caretraveldata@state.gov ایمیل کنین و از نداشتن پاسپورت به اونا گزارش بدین. دوستای عزیز، نگرانی شما قابل تحمل است، ما درکتون میکنیم، اما هیچ کدام تغییری که بتواند شما را نگران بسازد در تصامیم دولت ایالات متحده آمریکا نیامده. برعکس همین موضوع، گزارش یک خبر خوب است. قبلا کیسای P1 و P2 شامل تخلیه از طرف کیر نبود، اما در اپدیت تازه همه کیسای یوسترپ به شمول P1 و P2 که داخل افغانستان است مربوط به این تیم می باشد. انتقال کیسای P1 و P2 مقیم کشور پاکستان و سایر کشورها مربوط به دفتر IOM می باشد. در ادامه دوستای عزیز، از شما دعوت میکنیم تا با دو خبری که در سایت های کشورهای فیلیپین به تاریخ 15 اگست 2023 به نشر رسیده توجه کنید. در سایت مانیلا بولتین چنین نوشته شده که رئیس جمهور فیلیپین هنوز هم در ارتباط به پذیرش مهاجرین افغانستان تصمیم نگرفته است. این موضوع را خانم چیلوی گرافیل، سکرتر دفتر ارتباطات ریاست جمهوری کشور فیلیپین، به رسانه ها بیان نموده است. تعیین خبر با 2 ساعت تاخیر به روز سه‌شنبه تاریخ 15 آگست سال 2023 در سایت خبری مشهور فیلیپین به نام inquirer.net نیز به نشر رسیده. علاوه بر این، ریاست جمهوری فیلیپین اظهار نموده که ما به خاطر اعلان نتیجه نهایی در این مورد که آیا مهاجرین افغان را جهت پروسه کیسایشان میزبانی می نماییم یا خیر، برای خود کدام ضرب الاجل تعیین نمی کنیم، اما تاکید کردند که ما به دنبال دریافت راه برای انجام این ماموریت هستیم که امنیت داخلی فیلیپین آسیب نبیند. سربلند و کامیاب باشین. از امرایتان یک جان سپاس. اگر دوستان هنوز هم در این مورد سوال دارند، می توانند به شماره واتساپ ما پیام بگذارند. به زودترین وقت انشاءالله به پیام های شما پاسخ داده خواهد شد. الله نگهدارتان.